عباس که میگم میدونین چیه؟ به این میگن کرباس. یه تیکه پارچه سفید که یه مقدار بافت درشتی داره و خشنه، یعنی همچین لطیف نیست. الان هم که من دارم به شما میگم فکر نکنید خودم خیلی میدونستم، نه، رفتم زدم تو فرهنگ مهم و ده خدا دیدم اینو نوشته. ببین این سر پارچه است، اینم ته پارچه، نه مثل اینکه این سر پارچه است و این تهش، اصلا مثل اینکه سر و تهش یکیه. وقتی میگن سر و ته یک کرباسن یعنی هیچ فرقی با هم ندارن، مثل همه. حالا مایم و کرباس چرک و آلوده حاکمیت آخوندی. اینطوری تری تمیزم نیست. این بار میخوایم بریم سراغ یکی از مهره های نظام که رفت حوزه، که ته خط از همین کرباسا بپیچه بالای سرش و مثل باباش آخوند بشه، اما منصرف شد و کچروار پوشید. مهره ای به نام علی جنتی، وزیر ارشاد آخوند روحانی. علی جنتی در سال 1328 به دنیا اومده و پسر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان رژیمه. جنتی پس از گذراندن دوران متوسطه و دبیرستان به مدت 10 سال به حوزه علمی حقانی رفت. وزیر سانسور روحانی در گفتگویی با برنامه شناسنامه میگه در سالهای ابتدایی دهه 50 از برادرش مجاهد شهید محمد حسین جنتی که اون زمان زندانی سیاسی بود دستنوشته های از مجاهدین در زمین های اقتصاد، نهج البلاغه و برداشت از قرآن و سوره محمد رو دریافت کرده و به تدریج اندیشه مبارزه مسلحانه در او شکل گرفته و دنبال سلاح رفته و حتی یه قبضه سلاح هم از مجاهدین گرفته. جنتی اضافه میکنه که اون روزها در روحانیت و حوزه خبری از چنین حرکاتی نبود. اما بعد مبارزه جدی‌تر میشه و برادر مجاهدش دوباره دستگیر میشه. جنتی میگه در چنین شرایطی بهترین گزینه برای اون خروج از کشور بود، چرا که سرانجام کسی که دستگیر میشد یا اعدام بود یا حبس ابد. برای این کار به خامنه‌ای مراجعه میکنه ولی خامنه‌ای کمکش نمیکنه. اما رفسنجانی یه قاچاقچی بهش معرفی میکنه و به این ترتیب فلنگو میبنده و میره سوریه و لبنان و اون طرفا. زمانی هم که ملت واسه انقلاب ضد سلطنتی خون میدادن، خوشنشین کویت بوده. در سال 59 با حکم بهشتی به عضویت شورای سرپرستی رادیو تلویزیون رژیم به ریاست آخوند روحانی در اومد. این شورا کارکنان آزادی خواه و غیر وابسته به ولایت فقیه رو از رادیو تلویزیون تصفیه می کرد و با قیچی و سانسور فضای تبلیغاتی لازم برای استبداد سیاه ولایت فقیه رو ایجاد می کرد. جنتی در به شهادت رسیدن مجاهدان خلق، گیتی نظیری، کاووس رضای جهرومی، محمد تقی تقوا، احمد رضایی زاره، ثمر رخشبهار و حمید جعفری که همشون از کارکنان تلویزیون بودن نقش تعیین کننده ای داشت. توی سال 62 رئیس شبکه یک شد و در تبعید و تصفیه خیلی از کارگردانان و هنرمندان آزادی خواه رادیو تلویزیون نقش فعالی داشت. سال 63 با حکم میر حسین موسوی استاندار خوزستان شد. سال 67 مسئول دفتر رفسنجانی شد و همزمان به عضویت ستاد قرارگاه ضد خاتم الانبیا در اومد. یه مدت هم استاندار خراسان بود. سال 71 با حکم لاریجانی معاون امور بین الملل وزارت ارشاد شد و تا سال 77 یعنی یک سال بعد از اتمام دولت هاشمی و انتخاب خاتمی در همین سمت مشغول سانسور و قیچی تو وزارت ارشاد بود. این مهره نظام از سال 77 تا 84
و از 85 تا 89 یعنی 11 سال سفیر رژیم در کویت بوده. مثل اینکه تو کویت خیلی بهش خوش گذشته بود. اون یک سالی هم که اون وسط از سفارت کنار گذاشته شده بود به خاطر این بود که گند کارهای تروریستی و جاسوسیش تو کویت بالا اومده بود و خواستن یه مدت کنار بذارنش که سر صدا بخونه. از سال 89 هم رفت مجمع تشخیص مصلحت و به درخواست حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اونجا شد و تا قبل از وزیر شدنش همونجا بود. تو برنامه شناسنامه میگه روحانی ازم خواست وزیر ارشاد بشم و اصرار داشت، ولی گفتم میخوام برم یه وزارتخونه دیگه مثل وزارت کشور. خیلی جالبه، یعنی به قیچی و سانسور قانع نبوده، میخواسته بره تو کار باتوم و گاز اشکاور، یعنی سرکوب درست حسابی. با چنین سوابقی بود که علی جنتی به عنوان مهره مورد پسند هر دو باند رفت تو مجلس با 234 رأی موافق و 36 رأی مخالف. رضایت خاطر تمام باندهای رژیم رو کسب کرد. علی جنتی از باند کارگزاران و از مهره‌های نزدیک به رفسنجانیه. خیلی‌ها فکر می‌کنن که با پدرش که دبیر شورای نگهبان خیلی فرق داره، اما خودش به این سوال برنامه شناسنامه که تا چه اندازه با پدر اختلاف نظر دارید گفته: بسیار اندک. برخی گمان می‌کنن اختلاف سلیقه ما بسیار است، ولیکن در واقعیت این گونه نیست. علی جنتی برای رسیدن به پست وزارت و کسب رضایت باند خامنه‌ای وعده داد که کارمکارانش در وزارت سانسور رو از بین کسانی انتخاب می‌کنه که به نظام و ولایت فقیه اعتقاد داشته باشند. برخی اظهارات سرکوبگرانه علی جنتی وزیر سانسور روحانی رو با هم بشنویم. فرهنگ و هنر. آنچه در خصوص مسائل شرعی در حوزه فرهنگ و هنر اهمیت دارد، نگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری است و خط قرمز ما در این حوزه نیز دیدگاه ایشان است. خواندن زنان. اختلافی در این مورد با مراجع قم ندارم. نشر کتاب. فرهنگ و ارشاد کتاب‌ها را به دقت مطالعه و از نشر آثار مسموم در جامعه به شدت جلوگیری می‌کند. تئاتر. وظیفه نیروی انتظامی است که جلوی فعالیت تئاترهای غیر مجاز و زیرزمینی را بگیرد. جنتی به عنوان وزیر سانسور آخوند روحانی ناگزیر از مجموعه اعترافات قابل توجه شده، اعترافاتی که بیانگر بن‌بست رژیم در زمینه سرکوب. در رابطه با ماهواره هم گفت ایجاد پارازیت، ممانعت از دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای نمی‌تواند تحصیل‌گذار باشد و باید به فکر راه حل باشیم و با تولید محتوای جذاب و مفید مانع استفاده از تلویزیون بیگانه و رسانه‌های دیجیتال خارجی شدیم. همچنین با بیان طنزآلود گفت برای کار کاسبی نصاب‌ها دیش‌ها را جمع می‌کنیم. همچنین گفت نمی‌توانیم تمام دیش‌ها را از روی بام‌ها جمع کنیم و نمی‌شود شبکه‌های اجتماعی را به طور کامل بست. بله دوستان، این آقازاده نظام چه عمامه به سر باشه و نعلین به پا، چه کچربار به پوچ و کفش باش کنه، فرقی نمی کنه. در هر صورت در خدمت ولی فقیهش و برای طولانی تر شدن
عمر نظام جوش میزنه و در یک کلام همه اینها سرتایی کربازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.